سلام، هانا زینعلی هستم با بخش بین الملل برنامه زعفران. در آستانه سال نو میلادی به باغ سفارت ایتالیا اومدیم تا در مورد مسائل فرهنگی و هنری کشور ایتالیا با سفیر محترم کشور ایتالیا جناب آقای جوزپ پرانه گفتگویی داشته باشیم. با ما همراه باشیم. در ابتدا اگر سلام و احوالپرسی با بینندگان زعفران دارین بفرمایید. مرسی از شما که این فرصت را به من داده اید و از بینندگان عزیز تشکر می کنم که این برنامه را تماشا می کنید. جناب سفیر، شما مدتی است که در ایران حضور دارین. خوشحال میشم که نظر شما رو در مورد ایران بدونم. بله، من وارد ایران سال گذشته شدم و خیلی خوشحال هستم که الان این فرصت را دارم که در ایران زندگی می کنم و این دوره خسته کننده نبود و برای یک دیپلمات ماموریت در ایران بسیار جالب است. سال گذشته وقتی وارد ایران شدم تصمیم گرفتم که زبان فارسی را یاد بگیرم و به تحصیل آن را شروع کردم و الان خیلی خوشحالم که با شما این مصاحبه در به زبان فارسی انجام می‌دهیم. از نظر شما فرهنگ و هنر چه نقشی در روابط بین دو ملت داره؟ بله، فرهنگ در روابط بین دو کشور مثل ایتالیا و ایران به عنوان یک پل عمل می‌کند. ما وارثان دو تمدن‌های بزرگ هستیم که همواره با یکدیگر گفتگو کرده‌اند و تبادلات فرهنگی و هنری داشته‌اند و این تبادلات فرهنگی بسیار عمیق هستند و تا حضرت آذر سفارت ایتالیا به همکاری فرهنگی و هنری با ایران اولویت زیادی قائل است. به نظر شما چه تشابهات فرهنگی و هنری بین دو ملت وجود داره؟ بله، بین ایتالیا و ایران مشابهت‌های زیادی وجود دارد. مثلا برای مردم ایتالیا و برای مردم ایران خانواده بسیار مهم است، دوستی بسیار مهم است، بعد اجتماعی زندگی بسیار مهم است و مثلا ما در جنوب ایتالیا یک نوع از تعارف داریم که در روابط اجتماعی خود از آن استفاده می کنیم و که از تعارف ایرانی بسیار متفاوت نیست. مشابهت های زیادی وجود دارد که باعث می شوند که مردم ایتالیا وقتی وارد ایران می شوند احساس راحتی می کنند. مدتی است که نه کشور ما و شما بلکه تمام دنیا با ویروس کرونا مبارزه می کنه. لطفاً به ما بگین که فعالیت های فرهنگی و هنری شما در دوران کرونا چه تغییری پیدا کرد؟ باید که همه ما توصیه های بهداشتی که مقامات ایران و مقامات ایتالیا اظهار کردن رعایت کنیم، چون که باید با این بیماری با هم مبارزه کنیم. چند تا از فعالیت های ما مجبور شدیم که آنها را متوقف کردیم. البته از این وضعیت جدید الهام گرفتیم تا برنامه های جدید را تجویق کنیم. آیا فرصت سفر به دیگر شهر ایران را داشتین؟ برای ما از بنای تاریخ مورد علاقتون و همینطور غذای ایرانی مورد علاقتون بگید. بله، من قبل از کرونا بسیار در ایران سفر کردم و این فرصت را داشتم که بسیاری از شهرهای ایرانی بازدید کنم، به اصفهان یا به قم، به مشهد، به
کرمان، کرمانشاه، قزوین و غیره رفتم و و و خیلی خیلی جالب بود، چون که این شهرها بسیار زیبا هستند و دارای اهمیت تاریخی جهانی هستند. و همچنین در مورد آشپزی، بین آشپزی ایتالیایی و آشپزی ایرانی مشابهت‌های بسیاری وجود دارد. مثلا این غذا میرزا قاسمی که مورد علاقه من است، یک غذای مشابه در ایتالیا وجود دارد و این نشان می‌دهد که بین ایتالیا و ایران روابط بسیار بسیار عمیق و تاریخی هستند و این روابط را ما می‌توانیم و قصد داریم بیشتر تقویت کنیم. در آستانه سال نو میلادی چه آرزویی برای دو ملت و البته مردم سراسر دنیا داری؟ آرزوی من برای سال نو این است که اول ما با هم می توانیم این همگیری رو پشت سر بگذاریم و الان که واکسن در دسترس به نظر می رسه، فکر می کنم که می توانیم این بیماری را بالاخره پشت سر بگذاریم و همینطور امیدوارم که روابط بین ایتالیا و ایران که در تمام زمینه ها تقویت کنند، زیرا که مردم ایران و مردم ایتالیا احساس نزدیکی دارند و قصد دارند که این روابط بیشتر تقویت کنند. و تا اونجا که سفارت ایتالیا مربوط به سفارت ایتالیا است، ما تمام تلاش خود رو خواهیم کرد تا اینکه این روابط تاریخی بین دو کشور بتوانند دوباره تقویت کنند. ممنون که در این گفتگو شرکت کردین و مقابل دوربین زعفران حاضر شدین. جا داره از طرف مخاطبان زعفران، مردم ایران، سال نو میلادی رو پیشاپیش به شما و مردم ایتالیا تبریک بگم و به امید آینده درخشان برای دو ملت.